سناتور لینزی گراهام عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت ایران برای همیشه تغییر کرده است و راه بازگشتی هم وجود ندارد. اعتقاد من این است که رژیم اعتبار خود را در میان مردم از دست داده است و تنها دلیل بر سر کار ماندن آن استفاده از زور و خشونت و سرکوب است. سناتور لینزی گراهام عضو جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا و یکی از دو سناتور تنظیم کننده لایحه جدیدی که شرکت‌های فروشنده تکنولوژی‌های شنود مکالمات و مکاتبات اینترنتی ایران را مشمول مجازات می‌کند، درباره هدف این لایحه گفت: آنچه من به همراه سناتور دموکرات چاک شومر در پیان هستیم این است که فناوری‌های جدید علیه مردم ایران مورد استفاده قرار نگیرد. لایحه ما می‌گوید هر شرکتی که تجهیزات سرکوب اینترنتی را برای جلوگیری از تماس مردم ایران با یکدیگر و با جهان بیرون در اختیار رژیم ایران قرار دهد، از انجام معاملات با آمریکا محروم می شود. بدترین کاری که می توان کرد این است که مشتاقان آزادی در ایران را از آزادی ها محروم کرد. من ایرانیانی را که با علم به این که ممکن است کشته شوند اما برای تغییر پا به خیابان می گذارند ستایش می کنم. من با دیدن تصاویر محدودی که از ایران می رسد به خودم می گویم خدایا چه مردمان دلیری. وی در پاسخ به این سوال که همکاری نوکیا و زیمنس با رژیم ایران در زمینه فروش تجهیزات شنود و کنترل اینترنت برای کنترل و دستگیری آزادیخواهان برای آنان چه پیامدهایی خواهد داشت گفت: امیدوارم عواقب آن سنگین و زودرس باشد. این شرکت‌ها هیچ خدمتی به جهان آزاد نمی‌کنند. لایحه ما حامیان بسیاری در دو حزب دارد. اکثریت در آمریکا از راست و چپ می‌دانند مردم ایران از دست حکومتشان به ستوه آمدند. این وظیفه من نیست و به من هیچ ربطی ندارد که به مردم ایران بگویم چگونه حکومتی داشته باشند. اما وقتی مردم برای اعتراض به سرکوب و رژیمی که خارج از معیارهای بین المللی عمل می‌کند پا به خیابان می‌گذارند، وظیفه ما این است که با صدای رسا از آنها حمایت کنیم و در کنارشان بایستیم و اطمینان بیابیم شرکت هایی که به این رژیم کمک می کنند باید بهای آن را بپردازند. به باور من امروز قوی ترین ابزار برای آزادی و بزرگترین تهدید برای حکومت های خودکامه اینترنت است. از این رو لایحه ما می کوشد شرایطی ایجاد کند که مردم ایران از اینترنت چیزی فراتر از تبلیغات حکومت سرکوبگر ایران را دریافت کنند و امیدوارم طی سال جاری و به زودی آن را در کل سنا به رأی بگذارید. سناتور لینزی گراهام در پاسخ به این سوال که آیا شما فکر می کنید از طریق تعامل بتوان رفتار رژیم ایران را تغییر داد گفت: شاید من اشتباه می کنم، زیرا در واشنگتن یا کارولینای جنوبی نشستم و از بیرون به اوضاع نگاه می کنم، ولی فکر می کنم ایران برای همیشه تغییر کرده است و راه بازگشتی هم وجود ندارد. اگر ما با رژیم ایران بر سر میز مذاکره بنشینیم، آیا علیه مردم ایران مذاکره می کنیم؟ اعتقاد من این است که رژیم اعتبار خود را در میان مردمش از دست داده است و تنها دلیل بر سر کار ماندن آن استفاده از زور و خشونت و سرکوب اینترنتی است. این مردم ایران و نه لینزی گراهام است که باور دارد انتخابات به سرقت رفته است. هر ناظر بیطرفی این را درک می کند که انتخابات فاقد مشروعیت بوده است. آنهایی که ندا را در خیابان کشتند همانهایی هستند که انتخابات را رو بودند. با تمام احترامی که برای وزیر خارجه و باراک اوباما قائلم، ما با چه کسی مذاکره می کنیم؟ با افرادی که تنها به دلیل ارعاب قدرت را در دست دارند. من ترجیح می دهم وقت و انرژی من را صرف کمک به مردم ایران بکنیم که خواهان تغییر هستند، نه با کمک های نظامی، بلکه تنها با اطمینان از اینکه اینترنت را به روی مردم نمی بندند. بسیار قابل توجه است که آنچه در ایران رخ می دهد هیچ ربطی به سیاستمداران در آمریکا یا بریتانیا یا هیچ نیروی خارجی ندارد. آنچه در ایران بر این مردم بزرگ با این تاریخ فوق‌العاده غنی می‌گذرد این است که مردم دیگر تحمل دولت ناکارآمد، روش‌های سرکوبگرانه و ناتوانی از رقم زدن سرنوشت خود را ندارند. از این رو من به هیچ وجه قصد ندارم به افرادی که محبوبیتشان را در میان مردمشان از دست دادند مشروعیت ببخشم.